یه نظریه وجود داره که طبق این نظریه فضانوردهای باستانی خیلی قبل‌تر از حضور انسان‌ها و پیدایش انسان‌ها روی کره زمین وجود داشتن و با توجه به یک سری کشفایی که انجام شده میگه که این حضور تا زمان انسان‌های اولیه هم ادامه داشته. کشفایی که باستانشناسا هنوز نتونستن توضیحی برای اونها پیدا بکنن که شامل خیلی چیزا از جمله تصویرهایی از بشقاب، پرنده‌ها و موجودات عجیب و بدنهای بزرگ و لباسهای غیرعادی که خیلی شبیه لباس فضانوردی امروزی هم هست، مجسمه‌هایی با لباس فضانوردی و خیلی موارد غیرعادی دیگه که همونجوری که بهتون گفتم هنوز توضیح خاصی برای اونها پیدا نشده. تو این ویدیو میخوام شما رو با چند تا از این کشفای عجیب و غریب که تو نقاط مختلف دنیا انجام شده آشنا بکنم، پس آخر این ویدیو با من همراه باشید. بزن بریم سراغ ویدیو. اولین مورد نقاشی هستش که توی غار پچمرن تو کشور فرانسه کشیده شده. تو این نقاشی به وضوح میتونید حیوانات مختلف رو توی نقاشی ببینید که در کنار اونها یک موجود انسان نما که دم هم داره وجود داره. هیچ دلیل وجود نداره که این موجود انسان نما رو توی این نقاشی یک چیز تخیلی تو اون دوره بدونیم، چون که تمام چیزهایی که توی این نقاشی کشیده شده حیوانایی هستن که به راحتی میتونید اونا رو تشخیص بده و فقط این یک مورده که با بقیه متفاوته و یک شکل ظاهری خیلی خاصی داره. اما این موجود انسان نما تنها نکته مرموز و عجیب این نقاشی نیست. اگه یه خورده با دقت بیشتر نگاه بکنید به وضوح میتونید سه تا شیء پرنده رو کنار این موجود انسان نما ببینید. این نقاشی حدوداً بین 17000 تا 19000 سال قبل کشیده شده. دومین موردی که میخوام بهتون معرفی بکنم یک نقاشی عجیبه که تو غار نیاوکس فرانسه کشف شده. این نقاشی دقیقا شبیه سفینه های فضایی هستش که تو فیلم های علمی تخیلی امروزی داریم میبینیم. جالبه بدونید که این نقاشی چیزی حدود 12000 تا 15000 سال قبل توی این غار کشیده شده. سومین مورد نقاشی عجیبی هستش که توی غار والکامونیکای ایتالیا دیده شده. این نقاشی انسان یا انسان نماهایی رو نشون میده که یک چیز دایره‌ای شکل دور سرشونه و یک سری خط‌ها از اون بیرون اومده که میتونه نشون دهنده نوری باشه که از این شی دایره‌ای شکل یا از این حاله‌ای که دور سرشونه ساطع میشده. نقاشی این غار به چیزی حدود 12000 سال قبل برمیگرده و طرفدارای موجودات فضایی و کسایی که معتقدن موجودات فضایی وجود دارن میگن که این نقاشی‌ها اولین تصویرهای ثبت شده از ورود بیگانه‌ها یا همون موجودات فضایی به کره زمین هستش. یکی از بهترین نقاشی‌هایی که این موضوع رو به خوبی داره نشون میده توی کشور استرالیا کشف شده و قدمت اون به چیزی حدود 5000 سال قبل برمیگرده. این نقاشی انسان‌های با چشمای خیلی درشت و قیافه‌های عجیب و غریب رو نشون میده که برای بومیای اون دوره خیلی مهم بوده، چون که توی بعضی از این مناطق و بعضی از نقاشی‌ها میتونید ببینید که ده‌ها بار لایه‌های رنگ رو اون‌ها زده شده که این نقاشی‌ها ظاهر خودشون رو حفظ بکنن و تازه بمونن. یکی از عجیب‌ترین و متقاعد کننده ترین شواهدی که تا حالا در مورد این موضوع پیدا شده برمیگرده به معبد ستی توی آبیدوس مصر که یک معبد 3000 ساله هستش. توی این معبد عکس‌ها و حکاکی‌هایی پیدا شده که خیلی شبیه به هلیکوپتر، یا بهتره بگم کاملاً شبیه به هلیکوپتر هستش. یک سری از باستانشناسا که به این نوع اتفاقا و تئوری‌ها اصلا علاقه ندارن میگن این یک اتفاق بوده و به صورت شانسی به شکل هلیکوپتر یا هواپیما در اومده، اما کسایی که طرفدار موجودات فضایی و تئوری موجودات فضایی هستن میگن که این برای احترام به موجودات فضایی و بیگانه‌هایی بوده که توی اون دوره روی زمین اومدن. تو کشور الجزایر تو کوههای تاسیری یک تصویر خیلی عجیب با ارتفاع 6 متر وجود داره که یک موجود با بدن بزرگ و لباس عجیب و غریب نشون میده با همون چیز دایره‌ای شکل دور سرش که خیلی شبیه به فضانورد با لباس فضانوردیه. یک نقاشی شبیه به همین تصویر تو غارهای کابرا تو کشور فرانسه هم وجود داره. به نظرتون امکان وجود داره که همه این نقاشی‌ها رو یک نفر کشیده باشه؟ جواب این سوال هم یه جورایی کاملا مشخصه و میتونیم به جرات بگیم که همچین چیزی غیر ممکنه. پس در واقع این کسایی که این تصویرها و نقاشی‌ها رو کشیدن باید یه چیزی رو دیده باشن که از روی اونها تصویرهای مشابهی رو تو اون دوران تو جاهای مختلف کشیده باشن. یکی دیگه از این نقاشی‌های عجیب و غریب نقاشی روی سنگی مربوط به دره سگو توی یوتای آمریکا که در واقع مال 5500 سال قبل از میلاده. موجودات عجیب و غریب با چشمای بزرگ و شاخک‌های روی سرشون.
به نظرتون انسان‌های اولیه با کشیدن این عکس‌ها و تصویرهای عجیب و غریب می‌خواستن چه پیغامی رو به ما بدن؟ یا اگه پیغامی وجود نداره، این موجودات عجیب و غریبی که نقاشی اونا کشیده شده در واقع چی بودن؟ خب حالا بریم سراغ نقش برجسته یا کتیبه پاکال توی معبد کتیبه‌ها توی کشور مکزیک. یکی از محققا اومده این کتیبه رو اینجوری تفسیر کرده: مردی که وسط این کتیبه قرار داره در واقع سوار چیزی شبیه به موشک یا یک سفینه فضاییه که حتی آتیش اون تو قسمت خارجی کتیبه هم کاملا مشخصه. این مرد یه خورده رو به جلو خم شده و یک چیز شبیه به ماسک روی بینی خودش داره و اینجوری به نظر میرسه که با استفاده از دوتا دست خودش داره این موشک یا سفینه فضایی رو کنترل میکنه و با استفاده از پاشنه پای چپش یه چیز پدارمانندی رو داره فشار میده. کتیبه پاکال مربوط میشه به تمدن مایه ها که آثار باستانی خیلی مشهوری هم از این دوره به جا مونده. به غیر از این چند موردی که بهتون گفتم، خیلی شواهد دیگه وجود داره که اشاره میکنه به وجود بیگانه ها تو دوران باستان و انسان های اولیه. اما میخوام اینجا به یه چیز خیلی مهمتری اشاره بکنم. همونجوری که میدونید انسان‌های اولیه قدرت تخیل و ذریب هوشی خیلی زیادی نداشتن و هر چیزی که میدیدن رو توی غارها و روی سنگ‌ها و کوه‌ها می‌کشیدن. بیشتر نقاشی‌هایی که به دوران باستان هم مربوط میشه دقیقاً همین موضوع رو نشون میده، چون که بیشتر در مورد ماه، خورشید، انسان‌ها، حیوانات مختلفی که تو اون دوره بودن نقاشی شده. برای بعضی از نقاشی‌ها که اجسام و موجودات عجیب و غریب توی اونها نقاشی شدن، مثل همینایی که بهتون نشون دادم، همین موضوع صادقه و نقاش‌هایی که اونها رو کشیدن قدرت تخیل و ذریب هوشی خیلی بالایی نداشتن. پس میتونیم بگیم که احتمالش خیلی زیاده که همچین چیزایی رو تو اون دوره دیدن که نقاشی اونها رو کشیدن. و چیزی که به واقع بودن این قضیه بیشتر کمک میکنه اینه که این نقاشی‌هایی که مربوط میشن به دوران باستان تو جاهای مختلف که از نظر مکانی و زمانی خیلی با هم فاصله داشتن و با تکنولوژی که اون دوره وجود داشته، امکان این نبوده که یک نقاش بتونه تو جاهای مختلفی بره و اون نقاشی‌ها رو بکشه. خلاصه اینجوری واسهتون بگم که با کشف همچین نقاشی‌ها و تصویرهایی از دوره باستان و انسان‌های اولیه، رد کردن این موضوع که موجودات فضایی وجود دارن و یک روزی روی زمین اومدن، خیلی خیلی کار سختیه. دمتون گرم که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. مثل همیشه هم با لایک و کامنتتون به من کلی انرژی بدید و اگه کانال منو سابسکرایب نکردید، همین الان کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو هم بزن که از ویدیو جدید من با خبر بشید. دمتون خیلی گرمه، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مخلصم، خدا نگهدار.